با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در درجه ایران و دنیا. خدمت شما هستم که من قبلا گفته بودم من وقتی که کاری داره به نتیجه میرسه و دیگه مطمئنم که کار موفق هست، تمام خستگی مدت تنم میرسه. من صبح که تو صحبت میکردم تو آمریکا گفت فرمی حالت بده، گفتم من حالم خوبه، گفت حالت بده. ایشون دوت کرد هفته قبل 300 دلار واسه من حواله کنن، من گفتم 100 تا بسه، 200 تا نگه داره واسه اجاره خونه. من معتقدم اگه مشکل رو درست نگونیسونش حله، ولی میدونید هر کسی فکر مشکل گذاره مشکله، من ایسی همچه فکر نمی کنم. من بعد از یک صحبت کردم ایشون گفت من این مبلغ واسه من حواله میکنم. من دو تا شوک پشت سرم بهم وارد شد، یکی شوکه افت فشار، یکم شوک قند، و خیلی خوشحال بودم که دنیا به خودش اومد، دنیا داره پوست میندازه، بعد یک دوره حساب خواهد شد. وقتی دنیا نفهمه ما در میانه یک مدت توی یک مدت زیادی نفهم خیلی روش نمی کنه، ولی خیلی دنیا فهمید. الان کار در راستا کارشون چیه؟ ولی شاهکار کردن، به خاطر اینقدر به شعور انسان ها تبتوهین کردن، اینقدر مردم رو بیشور فرض کردن که دیگه از حد گذروندن. مخصوصا این دوره جدید، رئیس جمهور جدید ترامپ دیوانه، اون مرد که بایدن جنایتکار، همه اینا از هندی که دیگه بیدن و انسان هن شرف دارن. یک جور خلصت نمیدونم چی بهتون بگم، نمیدونم، ولی حقتون هستتون. حالا جالب این است که حزبای میانه رو هم توی اروپا با حزبای تون رو دارن اعتراف میکنن که سری حکومت از اینا بگیرن. این یک نکته خیلی عجیب و جالبی. اما در کل من دوستان توازه دارم. ببین دوستان، این امروز که نداشتم چیزی انجام بدم، نتونستم تیره بذارم و خیلی کار در هر این مدت در دستم برامده براتون کردم، نه برای شما، برای مملکتم کردم. شما جزی از مملکت من هستید، عضوی از مملکت من هستید. من حدود 25,500-600 تا سابسکرایب دارم پشت دوباره کنم 25,000. بله. و 500 خورده شه چه مونه 25,000. این 25,000 تا 5% میخوام کمک بکنم، 5% میشه 1,250 تا. شما 1,250 نفر روزی 4,800 تا حالا 5,000 تومن کمک کنید به من، درمان میشه چیزی حدود 3,000 دلار. من هزینه هم 2,800 دلار. اونم این است که 2,500 دلار هزینه خونم هست، کرایه خونم هست با آب، برق، گاز و این حرف ها، غیر از اینترنت. و اونم به خاطر این است که من میتونستم خونه 7-800 دلاری هم بگیرم، اما دیگه اینجا خونه 7-800 دلاری به شما نمیدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی ها اینجا اصلا عربا یا اوکراینی اینا هستن که خونه سالن اجاره جلو میدن، و این یعنی برای یه عده که امسال من توان ندارن هیچ کشنده است. خود ترک هم اکثر خوشبختی خونه دارن. در این آقا از هموطن خوب ما افغانی هستم، من گفتن که اشکال نداره، من ماه به ماه پرداخت خوش آمریکا هستم. دوستان تقبل کردن، جا سرنگی هستن در حد توانشون. خیلی جالب است بگم چقدر هست. و دوستان دو نفر هستن که علی آقا داریم که شاهکاری این بشر از من سنش بالاتره، ولی روزی 10-12 ساعت کار میکنه. یه دوست دیگه هم داریم که حالا اسم گفتن نیست، اینا لطف کردن تقبل کردن. مثلا خب منم حال راضی نیستم وقت فشار به اونها بیاد، خیلی زیاده، 1200 دلار تریکه خیلی زیاده. اما میخوام حرفم رو جمع کنم، بعد دوتو مطلب بگم، بعد کلیپ تا فردا حالا خوبش بذارم براتون. اگر این کار رو بکنن میشه ماه 2,800-900 دلار، 3,000 دلار واسه من جمع بشه. بعضی از دوستان میگن آقا حساب دیگه بده. من حساب غیر از یکی همین که جدیدن را افته تو خود یوتیوب هست، یک صرافی هست اینو تتر داره، گفت تتر کسش باشه من شما میدونم بزنه، یکی کارت بانکی خودم هست که میتونن از هر کشوری تو به سرینه به کارت خودم میدونم مستقیم به حساب بیاد. یک کارت هم باز مال همین جاست، مال بانک زراعت هست، مال خوارزم. هر کدومش درسته کارشون، اما با طیب خاطر بدن، چون من نباید بمونم. این امروز که مثلا برفرض تا پول به حساب نریزی نمیان کارت انجام بدن، سروم هم سروم هم، حالا خیلی هم لطف حقم کنم خود خیلی مسائل دیگه. در کل اگه دوستان ببینید اینجوری بشه، منم
بتونم به دارو هم برسم. من 24 سال دارو مصرف میکنم، ولی چیزی که هست دیگه الان خیلی شدید شده برای تهیه پول این کارها. دوستم ندارم این زجه زیاد بزنم، از خودم بدم میاد، متنفرم از خودم، اما باید این راه رو تمامش کنم به جاش برسنم. الان ملت ایران دیگه رسیدن گاو پوست کردن، رسیده به دومش، دومش هم برده فرد بومی در کنده میشه و اینا. هر کی دوستان نخواست پیم بده بگه آقا مثلا تتر رو بده، من شما تتر بدم، کارت خودم رو خواست، ما رو کپی کارت خودم میدم و اونم که از طریق این اینترنت این کار رو بخواهم بکنن. الان این هم ده بود آمارم بهتون بدم، 9 نفر تا رو انجام دادم، مثلا پول حواله کردم از 2 هفته یورو هست که بدونید بیدم تا 70-80 پول مال دانمارک هست، لطف کردن فرستادن، ولی تا 2 ماه دیگه تو حساب میشه. جمعا شاید مثلا 145 دلار بشود، بازم شکر میکنم. اما بیادی همتی بکنید، ما رسیم به آخر کار، این آخر کار کمک کنید، بذار من دیگه از بیشتر انرژی صرف تهیه پول نشه. آقای میگه که آقای فرانی اینقدر، آقای فرانی اصلاح طلب 100,000 نفر حمایتش میکنن، مجبوره حمایت کنن دیگه. خب شما 100,000 دلار جمع کنید، بدون تو خونه بخره، خوبه، میخره ماشین، همه چی میخره، ولی خب من توانش ندارم بهتون بارا گفتم. و میدونید کسی یه اون دسته بده داشته اینجوری صحبت کردن، ناچارم به خاطر که هدفم به نصیب رسید، دفتر بعدف رسیدم، ولی خب دیگه آخر کارش تمام بشه. بعضی برام کامنت میذارن، حقم دارن که آره تو هم خریدن، تو هم فروخت خودتون، میدونم دردشون کجاست، اشکال نداره، حق دارید. یه خود دیر که میذارم الان در 12 تا کامنت تو همین چند ساعت اومده آ کجا هستی، کی هستی، نگران هستی کنه اینا، ولی خودش من با غیرت هم میشنم پر کامنت هم صحبت میکنم، نمیتونم، توانش ندارم. و از شما خواهش میکنم یه همت دیگه بکنید، این 2-3 ماه رو ما دریابید، تو شاید زودتر هم اتفاق بیفته. ولی یک اتفاق خوبی که داره میفته الان دیگه فراخوان عملا دادیم یا میدیم، فرق نمیکنه دیگه، بازنشستا یاد گرفتن، شما اومدن تهران، جمع شدن تهران، یه گزارش محرمه داده بودم برای رئیس اون کسافتی که بیش شرفایی که میاد رفتیست که آقا ما نیرومون کمه و خیلی ها رفتن استعفا، رفتن چیز مرخصی، خیلی هم کار نمی کنه و غیبت کردن. اگر این جمعیت که داره اتره باستا جمع شد 4-5 داره جمع شد، ما تماشی نداریم. و جالبه این دفعه هیچ برخوردی هم نکرد، یه باتون به کسی نزدن، اگرم باتون دیدی کسی زد جای دیگه است، تو اینجا سینو تیه هنمه کرد. راجع به این بحث انتخابات هم میشه بهتون بگم، اینها خودشون کاری نیستند، نبودن، نیستن و نخواهم بود. اینها یه راهی رو دارن میرن، این مردم کشیدن، این شریعتی بی شرف، این سروش بی همکی هست و همه اینها یه عده دوار خود رو انداختن، رسیدن به جایی بعد فهمیدن که دیگه نیست، تو بیامون برشون کردن. الان هم اینها حرفا که میزنن یه خیلی ساده است، جوان ها خیلی هم قشنگ واسه میزنن. آقای محمدی در طول 44 سال اینا یه قدم مصاحبه داشتن، دلار 7 تومن کردن، این قیمت زندگی جدید محتیزی همه رو میگه یک قدم مثبت برداشتن که بتونن حرف بزنن، باز زبوش رو بکنن فلاجاشو، راست هم میگن، راست میگه. آقای جیوی تو رفتی چین نفت و دوست رئیسی بی شرف به نصف قیمت شاکار کرده و حرف میزنی، تو دیگه چی؟ تو دیگه آخر بی شرف و بی ناموس و هرزاده و بی شعور دنیا هستی. عمه منم میخره، شما با نفت بشکه اینقدر من نصف قیمت، کی نمیخره از تو؟ شاکار کردی. حالا تازه آقای جیلی پیدا شده آمده که آره من، ما دیگه نفت نباید بفروشیم، شما یه روز نفت نفروشیم بعد بختی بیچاره بعد بریم به فلان کار الاخر. خب دیگه مردم میدونن، میدونید جوکی بود توی آلمان دهه 90 میلادی درستم بود، این آقای هلموت کول با اون وزیر خارجه‌اش اسمش یادم رفته با هم میرن سینما، بعد یه صحنه ای بوده که متصاحب از این ساختمان میپره رو اون ساختمان، بعد اسمش یادم رفت وزیر خارجه‌اش میگه که به نظر تو میپره یا نمیپره، که هلموت کول میپره، میگه شرط 1,000 مار که نمیپره، این میگه باشه 1,000 مار بره میپره، واسه متصاحب میره بالا تر میاد میخوره پایینو، بعد هلموت کول 1,000 مار که اینو بهش میده، میگه نه بگیر، من این فیلمو قبلا دیده بودم و میدونستم که نمیتونه بپره. هلموت کول میگه اتفاقا من این فیلمو قبلا دیده بودم، گفتم اون دفعه نتیجه شده تا بتونه بپره، این نکات شماست، چه هم کنید؟
جمع کنه بی حیای عالم آدم، جمع کنه بی شرف عالم آدم، بی شورای عالم، جمع کنه خودتون. دیگه جوان سرش کلا نمیره، این جوان دیگه سرش کلا نمیره، این دیگه انشالله ماشالله دیگه نیست تو کارتون. بگید یه بی توی همین بی شرف یه کار بگید، یه قدم کوچیک برداشته باشید، یا درجا زدشون لاغند گیرو نباشه، تورو نباشه، دراریزی بشه، مشخصه شما توانی ندید که تو بیابانم گیر کردن باز نمار خودتو بکشید مردمو. آخه با چه عقلی دوباره شما بیاد؟ اگر بیان حقشونه، اگر بیان حقشون از سرشون بیاد، حتی بگید ما رای میدید سفید گفت میخورید، رای سفید میدید فرق نمی کنه. اما تو مردم میدونن، اما ما میدونن سازمان ملل دوبر و کسافت همه پشت شما هستن، چون از شما احمقتر، بیشورتر، خائنتر، دروغوتر، ریاکارتر، خیال دراماتیکتر در دنیا وجود نداره، در تو تاریخ هم نداشته. تا این حد وقاحت بخاطر دوز از زندگی. ولی آخر کار تو خودتون میده چه رأی بده چه رأی نده، شما کمی کنده است مردم به یه تموم شده، مخصوصا این نسل به شما اصلا به یه عنوان یک کفتار کفتارها نگاه میکنه، شما اصلا دست نسل. خبر زیاد اومده، افتم تا صبح خبر که براتون بذارم. این خیلی این جلی خیلی جالبه، ما تا اینقدر نمیشناختم اینا. یه چیز دیدم، تب دنگی وارد کشور شد. تب دنگی این از مالزی میاد، یک پشه ای از در اونجا. این پشه وقتی میزنه شما متوجه نمیشید، اما این تخمشو تو خون شما میریزه، بعد کم کم دوست تب میکنه. سریع باید بجنبید برید دکتر و این چیز بکنن که دیگه تو این تخمش توی خون شما رو روش نکنه، وگرنه میکشه. هیچ تعارف هم ندارستم. خیلی عجیب غریبه که تو کشور مثلا منطقه جنوبی منطقه رطوبتی اینها و شمال هم شاید باشن. حالا بعد قشن توضیح در رجوع بهش کنید براتون. بعد یک نفر گفته که از این وزرای قبلی خانم ابتکار، سقوط بارگر رئیسی شاید از آهناله مردم باشد، نباید در را درباره آقابت به خیلی آنها قضاوت کنیم. حالا بعد نمیتواند تو مجلس ایتالیا هم شاید دعواش رو کتک کتک کاری. بعد دوستان راجع به ارتش میپرسن، این ها آخرین تیکه کارشون، حربه کارشون کشیدن ارتش به یک دام هست. ارتش واسه جمع نیازی نداره، خودشون دارن میفتن، تموم شدن. چرا مرتش خود دخالت کنن؟ ارتش دوستان میدونه که براش دام چیندند، مخصوصا این روسیه دیگه همه چی تمام. یه نکته چیز بهتون بگم دوستان، من اگه الان میبینم این کلیپ ها رو، این حرف ها رو، این صحبت ها رو چیز میکنم و برای شما میام حرف میزنم، صحبت میکنم، رصد میکنم و میام به شما لختش میکنم، بهتون میگم جمله لقمان هست، ادب از که ها مختلف بیادبان. ما میبینیم هر چی ضعف ها و مشاهد اینا هست رو یاد میبینیم، اون کار ما نمیکنیم که بعد ما مفصل از یک قضیه اوی با صحبت هم کنیم. دوستان نشته تتر چیز نداره، تتر کارمز نداره. بازم مسکن صحبت بهتون خواهم کرد که سیاست خود داره میرسه. تفاوت یک احمق با یک بیشعور، یک احمق نمیتونه بفهمه، نمیتونه، احمق دیگه کارش نشه کرد، ولی یک بیشعور نمیخواد بفهمه، اون نمیتونه بفهمه، نمیخواد بفهمه. و متاسفانه جهان امروزی پر شده از بیشعورها، نه احمق ها، که همین سران کشورها و و و و همه مردم میشن تو بیراهه، تو بیابونا، تو راه فواهی امثال جایزه و فلان. باز یه درخت ماست بید. برید حقتونه، به درک واصل بشید، مال اموالتون برود، چون شما بیشعور هستید، نمیخواید بفهمید. کسی به شما پول مفتوجه نمیده. من صدها بار سر این جریان بیتکوین و کوفت و زهرما رو بورس اینا بهتون گفتم، دفعه اولم نیست. آقا تو اشتباه میکنی. من اشتباه میکنم؟ تو اینجور گایکی رو میخواد کار سفری من تو بخواد رفتی غلط که باز مالوات فروخت رفته که کار کردی، بعد من میگه اشتباه، اشتباه میکنم. تو چی کار میکنی؟ تو چی هستی؟ این دفعه رو اشتباه میکنی. بله من میشه اشتباه میکنم. شما نمیخواید بفهمید. دوست دارید زندگی و این زندگی برای شما خوبه که لااقل شرتون از این کشور، از این مملکت، ملت کنده میشه. خوشحالم باز آخر کاری صحبت کردم با شما، خانم بهتر شد الان.
و خدمت هستن. و این هم بهتون بگم دوستان، چند تا دوستان من هستن اینو خیلی کمک میکنم در حد توانشون، راضی نیستن. این ده خانم از پاریس، خانم از کانادا به من چیز کنید به تو شماره حساب نخواهم داد. بابا چقدر من میدونم شما مشکلتون چی هست. این بزرگوارش های دوستم همین آقای علی کسی علی آقای گفتم بهتون، من میدونم سختی شما رو یا اون دوست دیگه هم که بایشون همکاری میکنند واسه در دیزی بازه های گروه کجارده. ولی شما به این آخر کاری همتی بکنید، یه همت میخواد یکی دو ما رو حد اکثر حد اکثر سه ما رو شما بید ما تا کارامو کرده بود بعد بهتون میگم دیگه. ولی خب چون امر بس انقلاب شد دیگه تموم شده است. فرق انقلاب با اون کاری که اونها میخواستن بکنن 3-4 سال زمان بود، ناتو بود، باز دوشیدن بود، باز خلاصه استخون های زخم گذاشتن بود، ولی انقلاب تو 24 ساعت جمع شد میکنند، سرمایه زیادی به نفع ملت میشه. من گفتم که 7-8 دقیقه بسید جونم نمیرسه شد 15 دقیقه شد بعد خیلی عزیزی دارید ایام بکنم روزگاهتون خوش. این کلی بسار کلی پر من نظرید من حالم خوب نبود. خدا هستشون.